به نام خدا و سلام. در 120 ثانیه پیش رو همراه ما باشید با تازه ترین اخبار در وزارت راه و شهرسازی. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر رویکردهای نگاه فناورانه و پیشران بودن وزارتخانه از تشکیل شورای عالی پژوهش خبر داده و گفته تکمیل کریدورهای اصلی جاده‌ای، بهسازی راه‌های روستایی، اتصال زنجیره دریایی به شبکه ریلی و ایجاد شرکت‌های مشترک دریایی با مشارکت برخی کشورها در دستور کار وزارتخانه قرار دارد. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تعریف چشم‌انداز حمل و نقل در طرح جامع دیده شده است، ابراز امیدواری کرد که کلیات طرح جامع حمل و نقل تا پایان سال 1402 با افق 14-14 نهایی و مصوب شود. سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام حمایت از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید کنندگان در ششمین نمایشگاه حمل و نقل، لوجستیک و صنایع وابسته گفت در این نمایشگاه 311 شرکت دولتی و خصوصی و دانش‌بنیان حوزه حمل و نقل در فضای بیش از 14,000 متر مربع حضور دارند. سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تکیه بر تقویت حضور نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های مطالعاتی از برنامه‌ریزی برای توسعه آزمایشگاه‌های مرکز خبر داد. و بالاخره اینکه مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از ایجاد پارک علم و فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان در مجموعه شرکت فرودگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داده و گفته اوایل سال آینده تولید رادار به دست متخصصان ایرانی به پایان خواهد رسید و به دنبال استفاده حداکثری از توان و ظرفیت‌های داخلی هستیم، که شرح کامل تمامی این اخبار رو می‌تونید در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نشانی news.mrud.ir مشاهده کنید. مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی.